سرخط خبرها، خبری که باید تمام مردم افغانستان به خصوص مردم کابل از آن آگاه شود. داعش تهدید کرده است که بر اهداف در افغانستان حمله می کند. شورای مقاومت افغانستان تحت اداره طالبان به مرکز صدور تروریسم تبدیل شده. جنگجویان طالبان یک دگروال حکومت پیشین را با چاقو در لوگر به قتل رساندند. طالبان از بسته شدن گذرگاه تورخم برای رفت آمد خبر دادند. و افزایش خشونت های خانوادگی، مرد در قندهار همسرش را به قتل رساند. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. جنگجویان طالبان یک دگروال حکومت پیشین را با چاقو در لوگر به قتل رساندند. منابع محلی از قتل یک افسر ارتش حکومت پیشین از سوی جنگجویان طالبان در ولایت لوگر خبر می‌دهند. منابع روز یکشنبه 5 حمل به روزنامه 8 صبح تایید می‌کنند که این نظامی پیشین دگروال طاووس نام داشت و دو روز پیش در مربوطات ولسوالی محمد آقا به قتل رسیده است. به گفته منابع، این نظامی پیشین در حالی که در مرزه خود مصروف کشاورزی بود، جنگجویان طالبان نخست او را مورد توهین و تحقیر قرار دادند و سپس به قتل رساندند. طاووس در معاونت تامینات تکنولوژی و لوجستیکی وزارت دفاع حکومت پیشین وظیفه اجرا می کرد. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. طالبان از بسته شدن گذرگاه تورخم برای رفت آمد خبر دادند. حکمت الله کمیشنر طالبان در گذرگاه تورخم میگوید که این گذرگاه بار دیگر از سوی مقامهای پاکستانی برای رفت آمد بسته شده است. این گذرگاه پیش از چاشت روز یکشنبه 5 حمل بسته شده است. طالبان دلیل بسته شدن گذرگاه تورخم را مشکلات داخلی پاکستان عنوان کردند. در همین حال منابع گفتند که گذرگاه تورخم در پی درگیری خودی میان مقامهای سپاه مرزی و آژانس تحقیقات فدرال پاکستان برای رفت آمد بسته شده است. در پی این درگیری شمار از کارمندان این دو اداره نیز زخمی شدند. مقامهای سپاه مرزی و آژانس اطلاعات فدرال پاکستان یکدیگر را به دخالت در امور وظیفه‌ای متهم کردند. مقامهای پاکستانی تا اکنون به گونه رسمی در این مورد ابراز نظر نکردند. شورای مقاومت افغانستان تحت اداره طالبان به مرکز صدور تروریسم تبدیل شده. به دنبال حمله مرگبار مسکو که نزدیک به 100 کشته بر جای گذاشت، شورای مقاومت برای نجات افغانستان میگوید که احتمال دارد حمله مسکو از سوی گروه‌های مورد حمایت طالبان انجام شده باشد، زیرا افغانستان تحت حاکمیت طالبان به مرکز صدور تروریسم تبدیل شده است. شورای مقاومت برای نجات افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته که بعید نیست عوامل حمله مسکو ریشه در مراکز تروریستی داشته باشد که توسط طالبان میزبانی، حمایت و تجهیز می شوند. این شورا همچنین گفته که افغانستان تحت اداره طالبان به مرکز ترویج و صدور تروریسم تبدیل شده که یک هدف آن تهدید امنیت کشورهای منطقه است. در همین حال مقامهای ضد تروریسم امریکا نیز گفتند که داعش خراسان مستقر در افغانستان مسئول حمله مسکو است. شورای مقاومت یک روز پس از حمله مسکو در اعلامیه گفت از آنجایی که در حال حاضر بیش از 22 گروه تروریستی در افغانستان فعال و مورد حمایت گروه طالبانند، این میتواند خطر جدی و بالقوه امنیتی محسوب گردد که نیازمند مبارزه مشترک است. شورای مقاومت متشکل از رهبران جهادی و مقامهای پیشین دولت افغانستان در خارج است. این شورا حمله مسکو را محکوم کرده و با مردم، بستگان قربانیان این رویداد و دولت روسیه ابراز همدردی کرده است. شورای مقاومت برای نجات افغانستان بر مبارزه فراگیر علیه تروریسم تاکید کرده است. این در حال است که عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز شنبه 4 حمل با انتشار اعلامیه در شبکه ایکس حمله مرگبار مسکو را تروریستی خوانده و آن را محکوم کرد. خبری که باید تمام مردم افغانستان به خصوص مردم کابل از آن آگاه شود. نیویورک تایمز: داعش تهدید کرده است که بر اهداف در افغانستان حمله می کند.
به دنبال حمله بر تالار کنسرتی در نزدیکی مسکو و واکنش طالبان نسبت به آن، داعش خراسان تهدید کرده است که بر سفارتخانه های چین، هند و ایران در افغانستان نیز حمله می کند. نیویورک تایمز شنبه شب چهار حمله گزارش داده که در ماه‌های اخیر روابط طالبان با روسیه و همچنان چین و ایران گرم شده است. بر بنیاد این گزارش، داعش کرملین را به خاطر مداخلاتش در سوریه و طالبان را برای تعامل با مقام‌های روسیه دهها پس از حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان محکوم کرده است. ریدا کووالا، مدیر تحقیقات یک نهاد پژوهشی به نام خاطرات خراسان مستقر در اسلام آباد گفت شایع شده است که داعش طالبان را به خاطر دوستی با دشمنان پیشین متهم به خیانت به افغانستان و دین اسلام کرده است. بر اساس این گزارش، در سال 2022 داعش حملات را بر سفارتخانه های روسیه و پاکستان در کابل و هتلی که محل اقامت بسیاری از اتباع چینی بود نیز انجام داد. افزایش خشونت های خانوادگی. مرد در قندهار همسرش را به قتل رساند. منابع محلی از قتل یک زن از سوی همسرش در ولایت قندهار خبر می دهند. منابع به روزنامه 8 صبح تایید می کنند که این رویداد پس از چاشت روز شنبه 4 حمل در منطقه شاکی از مربوطات ولسوالی میوند رخ داده است. به گفته منابع، این زن مادر 6 فرزند بود و با ضرب گلوله به قتل رسیده است. منابع دلیل قتل این زن را خشونت های خانوادگی عنوان می کنند. فرد متهم به این رویداد از ساحه فرار کرده است. انتخاب طالبان، پاکستان یا تی تی پی. طالبان برغم آنکه از نزدیک به 3 سال به این سو قدرت حاکم بر افغانستان شناخته می شوند، ولی هنوز وابستگیشان به پاکستان پاک نشده است. فرض طالبان این است که درگیری کنترل شده با پاکستان بر سر مسئله تی تی پی یا هم مسائل دیگر به این گروه کمک میکند تا چون گذشته اسیر دست اسلام آباد خوانده نشود. مزید آن است درگیری های مرزی برای طالبان سودآور است و آن این که خود را حافظ تمام طرز افغانستان جا میزنند. گروهی چون طالبان برای اقوا و اقفال افکار آمد دوست دارند که ادعای وطن دوستی درآورند، چون دیگر چیزی برای عریضه ندارند. برای نمونه، مجاهد سخنگوی طالبان پس از شروع درگیری ها تصاویری از ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان را منتشر کرد که در دفتر کارش با لباس نظامی دیده می شد، در حالی که باید در نقاط مرزی حضور می یافت. همچنان مالی خان، معاون رئیس ستاد ارتش طالبان نیز لباس نظامی بر تن کرد و به پاکستان هشدار داد که در صورت تکرار حمله نمی تواند مانع واکنش جنگجویانشان شوند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.